سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. ممنون بابت لایک ها، کامنت ها و نظرهای خوبتون که بهمون انگیزه میده. ببینید دوستان، شاید خیلیاتون دنبال کسب درآمد از بازی های متاورسی و بلاک چینی باشین، اما نمیدونین اصلا از کجا شروع کنین و همیشه از بازی هایی که جدید میاد، از پروژه هایی که جدید میاد جا میمونید. و خب وقتی که مثلا این بازی معرفی میشه، میشه گفت خیلی ها قبل از شما وارد این بازی یا پروژه شدن، خیلی سود کردن و حالا میشه گفت موقعیتی هستش که مثلا سود زیادی نمیده یا مثلا ارزششون توکنش پایین اومده و میشه گفت شما وقت زیادی رو میذارید و خب به درآمد مطلوب نمیرسید. حالا دوستان، من میخوام وبسایت رو بهتون معرفی کنم که تمام این بازی‌های جدید، پروژه‌های جدید اینها رو بهتون معرفی میکنه خودش. ببینید، شاید دنبال حالا بازی‌هایی هستید که بشه به شکل رایگان بازی کرد، بشه ازش کسب درآمد کرد. اینها رو کامل دسته‌بندی میکنه. این که مثلا چه ژانری مثلا میخواید بازی کنید، حالا شاید بازی باشه کسب درآمد باشه اون ژانر مورد علاقتون نیست، این رو بهتون میگم، توی این سایت کامل توضیح میدم. و همینطور که مثلا روی چه دستگاه‌هایی میتونید بازی کنید، روی مثلا اندروید، iOS، نسخه وب، ویندوز، روی چه پلتفرم میشه بازی کرد و اینکه اصلا این بازی‌ها روی چه بلاکچینی هست. این وبسایت میشه گفتش مرجع تمام بازی‌های متاورسی و میشه گفت کسب درآمد هست، پروژه‌های بلاکچینی که هست. و اینکه خب ببینید، خیلی از این بازی جدید میاد، شما هیچ اطلاعی راجع بهش ندارید. حالا تا بیایم ویدیو بذاریم راجع بهش، تا بیاد اخبار راجع بهش بیاد، شما ممکنه از خیلی از اینها جا بمونید. اما دوستان، وبسایتی که میخوام بهتون معرفی کنم مرجع بازی‌های بلاکچینی و متاورسی سایت playtoearn.net هست. تو ویدیوهای فصل اول سایت کوین مارکت کپ و کوین ژکو رو معرفی کردم که میشه گفت دایره المعارف ارزهای دیجیتال و میشه گفتش NFT ها هستش. سایت کوین 360 هم که معرفی کردم بهتون مرجع چارت حرارتی ارزهای دیجیتال و همینطور صرافی ها هست. اما قبل از اینکه بخوام توضیح وارد این سایت بشم، راجع به دو تا کلمه میخوام توضیح بدم، F2P و P2E. ببینید، F2P معنی فری تو پلی هستش، یعنی به شکل رایگان بازی کن. بعضی از این بازی ها رایگان نیستن، مثل اکس اینفینیت که شما اول خرید انجام بدید. اینها رو این سایت همه رو دسته‌بندی میکنه، بهتون میگه که کدوم ها نیاز هست به پرداخت پول و کدوم ها نیاز نیست. و واژه دوم پلی تو ایرن، یعنی بازی کن و کسب درآمد کن. ببینید دوستان، این هم میشه گفت اینجا خودش دسته‌بندی میکنه و بازی هایی که میشه گفت متاورسی بلاکچینی هستش. یه خب بعضی روش های کسب درآمد داره، حالا بعضی ها NFT میدن، بعضی ها میشه گفت توکن میدن و بعضی ها هر دوتا رو میدن. خب دوستان، وارد سایت پلی تو ایرن میشیم. حالا مثلا تعداد بازی ها رو نوشته، تعداد NFT ها، توکن ها. ببینید، این قسمت حالت تم دارکش هست. از این قسمت شما میتونید لاگین کنید، اکانت بسازید، زبان داره انگلیسی یا زبانهای دیگه که حالا مثلا میخواید و همینطور واحد پولی که میخواید. این قسمت ببینید، پلی تو ایرن، اگه لاگین بشید میتونید یه سری جوایزی میده و همینطور ایردراپ هایی هست که خیلی از اینها رو به شکل حالا آموزش توی یوتیوب یا پلتفرم های دیگه میذارن. نحوه خب کسب درآمد هست، اینا رو خودتون میتونید توی اینها شرکت کنید. و همینطور از قسمت مور سربرکر رو براتون توضیح میدم دوستان. مثلا این سری تورنمنت میذاره، حالا ویدیوهای هست، با اینا کار نداریم. واچ لیست هم میشه گفتش یه چکیده ای از بازی ها هستش. از قسمت استاتیکس بخوام یه توضیح بهتون بدم. ببینید اینجا یه جداولی داریم، میگه تعداد بازی هایی که مثلا تو این حوزه بلاک چین و متاورسی هست 1182 تا هست، NFT هاش اینقدر و تعداد توکن ها اینقدر، مجموع بلاک چین هایی که هست 41، تعداد ژانر های بازی ها میشه گفت 50 تا و روی پلتفرم های دستگاه هایی که هست اندروید، iOS مثلا 9 دستگاه. و حالا روی چارت مثلا میاد توضیح میده، مثلا میگه 20 تا از این بازی ها کنسل شدن از نظر مثلا بازی داره میگه. دیولپمنت یعنی میگه در حال توسعه هستش، لایو یعنی دارن بازی انجام میدن، تعداد بازی ها رو نوشته، پری سیل میشه گفت در حال پیش فروش هست، بعضی از اینا مثلا پیش فروش میکنن، حتی میشه گفت قیمت ها پایینه بعد از اینکه پیش فروش بشه. خب زمانی که مثلا به حالت لایو بیاد میشه گفت قیمت ها افزایش پیدا میکنه. نسخه های آلفا و بتا میشه گفت نسخه های آزمایشی هستن و مثلا میاد اینا رو دسته‌بندی کرده، گیم بای دیوایس، یعنی مثلا میگه بازی های تحت وب 931 هستش برای اندروید، برای iOS، ویندوز و پلتفرم های دیگه. همینطور میاد میگه روی چه بلاک چین های بیشترینش هست. خب بیشترین میشه گفت روی بایننس و سمارت چین و اتریوم و همینطور پالیگون بیشترین بازی ها هست روی این بلاک چین ها. و در رابطه با ژانر ها، مثلا ژانر بازی چه بازی اکشن هست، ماجراجویی هست یا مثلا بازی های کارتی هست، بازی های حالا پلت میشه گفتش که ژانرهای مختلف هست، اینها رو از این قسمت براتون توضیح داده. اما از قسمت اواردز اگه بخوام بهتون توضیح بدم، مثلا میاد بازی هایی که
توی سال 2021 مثلا بهترین بازی ها بودن، یا مثلا میشه گفت بیشترین بازدهی رو داشتن، یا مثلا میشه گفتش که بیشتر بهترین خلاقیت رو داشتن. اینها رو اومده دستبندی کرده. و همینطور از گزینه آخرش رو بخوام توضیح بدم، ایردراپ. ببینید مثلا میاد یه ایردراپ هایی هست که میگم اینها رو آموزشش رو میذارن. این سایت مثلا الان ایردراپ هایی هست که تموم شده در حال حاضر، مثلا این سه تا ایردراپ هست که مثلا میگه این 13 روز دیگه شروع میشه و مثلا جوایزش رو مثلا اینجا نوشته، این هم همینطور مثلا نوشته که تو 13 روز دیگه تموم میشه، این مثلا 500 اتریوم داره جایزه میده و میشه گفتش توی 2 روز آینده تموم میشه. اگه روش بزنید وارد میشه گفت وبسایتش میشه و مثلا یه توضیح میده، میگه 8 راه برای ورود هست، مثلا با هر کدوم دیسکورد، ایمیل، فیسبوک میتونید لاگین بشید و این گزینه ها رو داره. دوستان از سر برگه توکن، مثلا توکن ها همه توکن ها رو نشون میده، بیت، اتریوم، اما یه دستبندی جالبی که داره مثلا گیم توکنز داره، توکن هایی که فقط برای بازی ها هست، مثلا میتونید بزنید ببینید کدوماش ارزشمند هست، مال چه بازی. و رسنتلی آدم میشه گفت توکن هایی که جدید اضافه شده از سر برگه NFT هم ببینید، همه NFT ها براتون نمایش داده میشه. گیم NFT فقط NFT هایی هست که توی بازی ها میشه به دست آورد و این هم میشه گفت NFT های اخیر هست. حالا اگه روی مثلا آل NFT بزنید میاد مثلا دستبندی کرده میمون کسل، کلون ایکس، اینها مربوط به بازی ها نیست، کریپتو پانک ها. اما اگه مثلا بیاید روی گیم NFT بزنید میاد به شما مثلا بازی هایی که هست رو که میشه گفت NFT جوایزی که حالا میده، اینها رو براتون دستبندی کرده و شما میتونید خب اینها رو خیلی خوبی که اونا به تفکیک میتونید ببینید کدوم بازی ها هستن و کدوم ها میشه گفت کالکشن هستن. همینطور اگه از قسمت نیوز بزنید میاد اخباری رو که راجع به حالا بازی ها هست و همینطور جدیدترین اخباری که حالا راجع به NFT ها هست، اینها رو براتون نمایش میده و شما خب میتونید راجع به پروژه هایی که در حال توسعه هست یا جدید اومده از اینجا اطلاعاتی به دست بیارید. و گزینه آخر میشه گفت قسمت گیم هست، سر برگه گیم ببینید، آل گیم رو اگه بزنید تمام بازی ها رو براتون میشه گفت نمایش میده. و همینطور ببینید تاپ گیم، بهترین بازی ها، ترندینگ، اونایی که ترند شده، سر و صدای زیادی کرده، حالا بازی های پریمیوم، بیشترین دهنده و گیرنده و میشه گفت ریسنتلی اد. و یه گزینه خیلی که جالبی که داره گزینه اد گیم هست، یعنی شما خودتون هم میتونید از این قسمت یه میشه گفتش که بازی، اگه میتونید توسعه دهنده هستید، بازی میخواهید بسازید، میتونید از این قسمت اد گیم بیاین، مثلا اسم بازی، توضیحاتی که هست، عکس بازی، یعنی پروفایلش و همینطور عکس هایی از بازی، حالا اگه ویدئویی میخواید راجبش بذارید، ژانرش چه، بلاکچینی هست، همه اینها رو شما میتونید اینجا خودتون هم اگه طراح مثلا بازی هستید میتونید اینجا بیاین بازیاتون رو، مشخصاتش رو بذارید و این رو بفرستید که توی سایت میشه گفت لیست بشه. حالا ببینید دوستان این از این قسمت، حالا همین حالت ترند و گینرز رو داره، ایردراپ ها رو هم اینجا توضیح داده. اما اگه بخوایم بیایم راجب بازی ها، ببینید همون اول ویدیو که بهتون توضیح دادم اینجا ژانر هاست، مثلا چه ژانری میخواید باشه، حالا استراتژی باشه یا مثلا پی وی پی باشه، بلاکچین، مثلا میگه روی چه بلاکچینی باشه این بازی ها، اتریوم، بایننس سمارت چین، پالیگون، این میشه گفت بر مبنای دستبندی هاست، مثلا برای اندروید، آی او اس، برای کدوم ورژن باشه. و خب ببینید بازی ها رو اومده رتبه بندی کرده، برای مثال الان رتبه اولو به تی سی جی ورد داده بر مبنای الان نظر کاربران و اومده توضیحاتی که داده، میگه ژانر این بازی کالکتبل هست، اوپن ورد، یعنی مثلا میشه گفت جهان آزاده، بلاکچین هایی که این بازی میشه گفتش که روشون اجرا میشه، اتریوم، پالیگون، بایننس سمارت چین و اوالانچ هست، یا مثلا اکس اینفینیت اومده توضیح داده روی اتریوم و رونین هستش. بعد مثلا میگه روی چه دستگاهی، خب ببینید مثلا دیوایس زده این تحت وب هست و ویندوز، اکس اینفینیت برای اندروید، آی او اس و ویندوز هستش. بعد میگه استیت ببینید یه سری پریسیل داره، پریسیل یعنی میشه گفت در حال پیش فروش هست. خب اینا میشه گفت چیزای جدید، شما مثلا خیلیاتون میگید پروژه های جدید به ما معرفی کن، ببین من بیام دونه دونه میتونم از همه اینا مثلا بیام همینا رو بهتون معرفی کنم، حالا بعضیش مثلا در حال پیش فروش هست، بعضیش که لایو یعنی میشه گفت در حال اجرا هست، در حال بازی هستش، مثلا دیولپ میشه گفت در حال توسعه هستش، ببینید یه بازی جدیدیه که رنگ 3 رو تقریبا میشه گفت حالا رنگ 2 رو گرفته و همینطور حالا گزینه های دیگه مثلا بتا و آلفا میشه گفت نسخه های آزمایشی هستند و همین گزینه ها رو داره.
در رابطه با خب خود اون بازی، در رابطه با NFT مثلا میاد میگه این بازی ها بله NFT هستش، تقریبا همشون هستن، یعنی شب به شما مثلا کارت هایی که میدن یا کاراکترها، هیروهایی که میدن، زمین هایی که هست، این همه به شکل NFT هستش. بعد دوستان اون گزینه که اول ویدیو گفتم F2P یعنی فری تو پلی، یعنی بازیش رایگان هست. ببین تمام اینها میشه گفت رایگان است به جز اکس اینفینیت که توی مثال گفتم نیاز به NFT داره، شما سه تا کارت حداقل خرید کنید. خب مثلا میدونید بازیایی که فری نیست رو میتونید انجام ندید. و پلی تو ایرن میگه که بازی کن و مثلا به دست بیار، و میشه گفتش که در رابطه با این بازی توضیح داده که هم NFT یعنی مثلا کارت هایی حالا یا آیتم هایی مثلا جایزه میده، و همینطور کریپتو یعنی به شما ارز جایزه میده. ببینید بعضی از این بازی مثلا به شما NFT جایزه میده، خب شاید فروش اون NFT ها سخت باشه، اما بعضی از این بازی ها هم NFT و هم کریپتو جایزه میدن. خب میشه گفت این چیزی که کریپتویی که جایزه میدن، شما میتونید اینا توی مارکت هایی که بهتون گفتم توی کوین مارکت کپ بتونید ببینید توی چه مارکت هایی اینها رو میتونید به فروش برسونید. اینها رو توضیح داده. حالا ببینید من اگه بخوام برای مثال همین TCG World رو، حالا این قسمت آخرش هم مثلا میگه امتیازهایی که کاربرا دادن، ببینید اینم یه گزینه خیلی خوبی که شما میتونید مثلا ببینید روند رو. مثلا کوین های هانت ورلد رو اگه ببینید امتیازش خیلی سودی بوده، یا مثلا سند باکس داره نزولی شده، و میتونید بازی هایی که یا مثلا الان این بازی سیویتاس ببینید امتیازی که داره، یعنی این بازی میشه گفت جدید اومده و هنوز کسی معرفیش نکرده. این گزینه نیو رو که اینجا نوشته، یا مثلا سووپس نیو زده، یا مثلا همین بازی که گفتم اترنال دراگون نیو که هست، ببینید اینها تازه شروع کردن و یا در حال توسعه هستن و میشه گفت جوایز خوبی میدن. توکنی که دارن ارزشمندتره، به مرور زمان این توکن ها ممکنه قیمتش افت کنه. حالا اگه بیام مثلا همین TCG World و Eternal Dragon رو با هم بررسی کنیم، خب دوستان TCG World رو که انتخاب میکنیم میاد توضیحاتی در رابطه با این بازی میده، لینک های حالا تلگرام، دیسکورد، توییتر و شبکه های اجتماعی دیگر رو براتون میذاره، و این اولی هم میشه گفت وبسایتش هست. حالا به وبسایتش هم میریم، بعد مثلا میاد میگه روی چه بلاکچین هایی هست، روی چه پلتفرم های اجرا میشه، آیا رایگانه، چه جوایزی میده، و همینطور امتیازی که کاربرا بهش دادن. اگه شما مثلا دقت کنید مثلا این امتیازی که دادن تقریبا یه روند رنج رو داشته، هر روز کاربرا مثلا میشه گفت ازش از این بازی راضی بودن، و کانترکت آدرسش هم که میشه گفت اگه نیاز بود از این قسمت میتونید از این سرور کانترکت کپی کنید. حالا اگه ببینید از این قسمت وارد سایتش بشید، خب بهتون توضیح دادم این سایتش هست که مثلا میتونید زمین بخرید یا مثلا میتونید لاگین کنید، مارکت پلیسش رو نشون میده، تمام این بازی ها مثلا مپ نقشه‌ای که مثلا هست میبینید مثلا روی مپ زدیم این نقشه ها رو میاره، حالا زمین هایی که یک سریش خریداری شده، یک سریش در حال فروش هست یا پیش فروش هستش، و همینطور مارکت پلیسش. اینها رو شما خودتون هم میتونید بررسی کنید، اطلاعاتی که میخواید، و ببینید دوستان به این روش شما میتونید تمام بازی هایی که جدید اومدن به این روش ازشون جا نمونید، یا مثلا اترنال دراگون که مثلا لینک هاش هست، این اولی که میشه گفت وبسایت اصلیش هست، میتونید وارد وبسایتش بشید، همونجوری ببینید عکس ها، تصاویر از بازی گذاشته و میزان رضایت حالا مثلا کاربرها، و وقتی خب وارد این گزینه رو بزنید وارد لینک وبسایتش میشه، مثلا میگه کیف پول تو انتخاب کن، یا توضیحاتی داده راجع به بازی، مثلا کوست هایی هست، ماموریت هایی هست، لینک دیسکوردش، میتونید دیسکورد هم جوین بشید، آموزش دیسکورد رو هم گذاشتم توی فصل هفتم، و خب میشه گفت جوایزی ممکنه بده، حالا ایردراپ یا NFT هایی ممکنه بدن بهتون، این هم میشه گفت به این شکل هست. و دوستان ببینید در نهایت میشه گفت در حال حاضر این مارکت میشه گفتش که مثل مارکت های ارز دیجیتال، مثل مارکت NFT ها در حال توسعه هست، و قطعا بازی های در آینده میاد که خب درآمد بهتری میشه ازش کسب کرد، برای اینکه بخوان از بازی های دیگه پیشی بگیرن مجبور هستن که جوایز بهتری بدن تا بتونن پلیر های بیشتری رو جذب کنن. ببینید نزدیک 1180 تا در حال حاضر میشه گفت بازی بلاک چین و متاورسی است که این سایت مرجعش هست، بهتون معرفی کردم، و خودتون میتونید با توجه به سلیقتون، با توجه به اینکه حالا میخواید حالا چه چیزی براتون مهم هستش، مثلا ژانر بازی مهم هست، میزان کسب درآمدی که مثلا میخواید مهم هست، اینها رو در نظر بگیرید و بازی های که مناسب هست رو انتخاب کنید. همینطور با بازی هایی که جدید میاد به سرعت آشنا بشید، دیگه نیاز نباشه حالا مثلا من بیام یه ویدیو بذارم، البته براتون میذارم بازی هایی که میشه گفتش خوب هست یا درخواست داره و میشه ازش کسب درآمد کرد رو حتما ویدیوهاشو میذارم، اما ببینید اینجا شما خودتون میتونید آشنا بشید. خیلی وقتا این بازی هایی که میبینید
خودتون به هم معرفی کنید. اگه مشکلی داشتید توی نحوه مثلا حالا اتصال کیف پول، نحوه لاگین کردن یا نصبش، خب من میتونم در راجع به اینو ویدیو بذارم و بهتون تا حدی بتونم کمک کنم. خب دوستان، نکات گفتنی در رابطه با این ویدیو رو گفتم. اگه سوالی بود تو بخش نظرات مطرح کنید، حتما جواب میدم. اگه کانال یوتیوب ما رو دنبال نکردید، از طریق این لینک ما رو سابسکرایب کنید، کلید زنگوله رو حتما فعال کنید. همینطور از سربرگ پلی لیست میتونید ویدیوهای مرتبط با هر فصل رو تماشا کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.